29 آگوست روز جهانی مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای. انرژی یکی از مهمترین نیازهای جامعه بشری است. از آنجایی که به دست آوردن انرژی از منابع سوخت فسیلی برای بشر و محیط زیستی که در آن زندگی می کند به دلیل ایجاد گازهای گلخانه‌ای زیانهای جبران ناپذیری را به همراه دارد، چندین دهه است که بشر به دنبال جایگزینهای نوینی در مقوله انرژی می باشد. از مناسبترین آنها می توان به انرژی نهفته در هسته اتم ها یا همان انرژی هسته‌ای اشاره کرد که این نوع انرژی بیش از 5 دهه است که توسط بعضی از کشورها مورد بهره برداری قرار می گیرد. حدود 2/3 از جمعیت جهان در کشورهای زندگی می کنند که نیروگاه های هسته‌ای آنها در زمینه تولید برق و زیرساخت های صنعتی نقش مهمی را ایفا می کنند. در سراسر جهان، دانشمندان بیش از 50 کشور از حدود 300 رآکتور تحقیقاتی استفاده می کنند تا درباره فناوری های هسته‌ای تحقیق کرده و برای تشخیص بیماری و درمان سرطان رادیو ایزوتوپ تولید کنند. بدون شک، کشف انرژی هسته‌ای یکی از مهمترین و اثرگذارترین کشفیات بشر در طول تاریخ بود. اما نکته‌ای که تقریباً از همان آغاز نگرانی عمیقی را در سطح جهان پدید آورد، قدرت تخریب فوق‌العاده انرژی هسته‌ای بود. اولین تلاش‌ها در جهت ساخت بمب اتمی در آلمان نازی توسط شیمیدانی به نام پل هارتک از اساتید دانشگاه صورت گرفت و در 24 فوریه 1939 امکان استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یک سلاح با توان تخریبی نامحدود را طی نامه‌ای به وزارت جنگ در برلین اطلاع داد که به دنبال این امر گروهی برای تحقیق در این رابطه تشکیل شد و وارنر هایزنبرگ فیزیکدان برجسته آلمانی به طور غیر رسمی سرپرست تیم تحقیقاتی آلمان برای ساخت بمب هسته‌ای شد. نهایتاً محققان آلمانی فرصت کافی برای تولید بمب اتمی پیدا نکردند. اگرچه ادعاهایی در زمینه آزمایش نوعی ابزار هسته‌ای توسط نازی‌ها پیش از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شده است، اما تیم آمریکایی به سرپرستی فیزیکدان برجسته جی آر اوپنهایمر موفق به ساخت عملی اولین بمب هسته‌ای شد که آن را در 16 جولای 1945 در ناحیه موسوم به ترینیتی در نیو مکزیکو آزمایش کرد. شوروی نخستین کشوری بود که 4 سال بعد از انفجار هیروشیما در 29 آگوست 1949 اولین بمب اتمی خود را در سیبری آزمایش کرد و سپس نخستین آزمایش اتمی انگلستان در 3 اکتبر 1952، نخستین آزمایش فرانسه در 13 فوریه 1960 و نخستین آزمایش چین در 16 اکتبر 1964 انجام شده است. و کشورهای دیگری از جمله کره شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل نیز در دوران معاصر به این سلاح مرگبار دست یافتند. با نگاهی به آمارهای موجود در میابیم که طی 51 سال یعنی از سال 1945 تا 1996 482 انفجار هسته‌ای بر روی کره زمین و 552 انفجار هسته‌ای در زیر زمین انجام شده است و آمریکا با 1032، شوروی سابق با 715، فرانسه با 210، انگلستان با 45 و چین هم با
45 انفجار هسته‌ای به ترتیب در این زمینه رکورددار هستند. و می توان 10 مکان جغرافیایی معروف که مرکز انجام آزمایشات هسته‌ای بودند را اینگونه نام برد: کوه کمباران در کشور پاکستان، منطقه مارالینگا در کشور انگلستان، منطقه پوکاران در کشور هندوستان، منطقه سمی پالاتینکس در کشور قزاقستان، منطقه لوپنور در کشور چین، صحرای نوادا در کشور آمریکا، جزایر مارشال، جزیره کیریتیماتی، جزیره مورورا، جزیره نویا زملیا. از جمله حوادث مهم هسته‌ای که تاکنون در جهان رخ داده است میتوان به حادثه تریمای آیلند، حادثه چرنوبیل و حادثه اتمی فوکوشیما 1 اشاره کرد و باید اضافه کرد که تاکنون چندین حادثه هسته‌ای زیر آبی نیز اتفاق افتاده است. پس از بروز حوادث و آسیب‌های جبران ناپذیر ناشی از انجام آزمایشات هسته‌ای بر زمین و محیط زیست، نهایتاً سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای در سال 2009 تاریخ 29 آگوست را به عنوان روز جهانی مبارزه با آزمایشات هسته‌ای انتخاب و نامگذاری کرد. روز جهانی مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای با هدف آموزش و آگاه سازی بیشتر مردم در مورد پیامد آزمایش‌های هسته‌ای و لزوم متوقف کردن آنها طراحی شده است. لازم به ذکر است که در سال 1953 میلادی و در پی پیشنهاد آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تأکید مجمع کار سازماندهی و ایجاد مرجعی در خصوص نظارت بر عملکرد استفاده از انرژی هسته‌ای توسط کشورها صورت گرفت و در دسامبر 1954 میلادی مجمع عمومی قطعنامه اتم برای صلح را تصویب کرد و سرانجام در 13 اکتبر 1956 میلادی پیشنویس اساسنامه آژانس در یک کنفرانس بین المللی که در سازمان ملل متحد برگزار شد مورد تصویب 80 دولت واقع شد و بدین وسیله آژانس بین المللی انرژی اتمی در 29 ژوئن 1956 میلادی به طور رسمی پا به عرصه وجود گذاشت و تلاش خود را در راستای برقراری صلح جهانی آغاز نمود. پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، کنوانسیون تروریسم هسته‌ای و پیمان ممنوعیت جنگ‌افزارهای هسته‌ای تنها تعدادی از پیمان‌های بین‌المللی تهیه شده توسط سازمان ملل متحد جهت برقراری صلح و امنیت در جهان است. اما موضع ایران در خصوص مسئله انرژی اتمی و مبارزه با آزمایشات هسته‌ای چیست؟ اکثریت مردم ایران سابقه انرژی هسته‌ای را از تاریخ 20 بهمن ماه 1381 به یاد دارند، زمانی که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت دولت جمهوری اسلامی ایران خبر از تهیه سوخت هسته‌ای توسط متخصصان ایرانی را اعلام کرد. اما سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود به 30 سال گذشته نیست و شروع برنامه هسته‌ای ایران در واقع به سال 1329 و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1353 مرتبط است. موضوع انرژی هسته‌ای در ایران را شاید بتوان پرحاشیه‌ترین و طولانی‌ترین پرونده سیاست خارجی این کشور طی 100 سال گذشته دانست، چرا که ایران از سوی مجامع بین‌المللی متهم به تولید سلاح هسته‌ای می باشد و عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه شک و شبهه بیشتری در خصوص فعالیت غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را به وجود آورده است. تا آنجا که موضع‌گیری و برقراری تحریم‌ها
در چند دهه اخیر که از سوی کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده آمریکا بر روی ایران به جهت عدم اطمینان از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اعمال شده است، زندگی را برای هموطنانمان سخت و طاقت فرسا نموده است. ما فعالان حقوق بشر با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر که بهره‌مندی از امنیت، آسایش و صلح را حق همگان می‌داند و با علم به اینکه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای باعث آلودگی آب‌ها و هوا، تخریب جنگل‌ها و خاک حاصلخیز، بالا رفتن میزان انواع بیماری از جمله سرطان و به دنیا آمدن نوزادان ناقص می‌باشد، ضمن قدردانی از جنبش‌های مدنی و تلاش سازمان ملل متحد برای دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای، خواستار همکاری همه کشورها جهت برقراری صلح و آرامش در جهان و عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و عدم انجام آزمایشات هسته‌ای می‌باشیم. به امید دستیابی به جهانی بدور از خشونت و جنگ. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.